به نام یکتای بی همتا، صبحتون بخیر باشه. این برنامه دیگه رنگیه و اینجا منزل خانم مقاری عزیزم هستش با آموزش یه غذای خیلی خیلی خوشمزه ویژه سفره افطار همه شما عزیزان. سلام، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. خوبین؟ خوشین؟ مرسی، ممنون، متشکرم. نماز روزهاتون قبول باشه خانم مقاری. این برای شما هم قبول باشه. سلامت باشین. چی می‌خواید امروز یاد بدیم برای افطار؟ امروز می‌خوام براتون آش گندم درست کنم. مواد اولیش گندم فوسکنده خیس کرده 2 لیوان، برنج 1 لیوان، نخود 1 لیوان، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی 1 لیوان، عدس 1 لیوان، سبزی آش 0.5 کیلو، پیاز داغ و نعنا داغ هم برای داخلش میخوایم، نمک و فلفل و زردچوبه هم که دیگه از مواد اولیه است. چجوری درست میشه آشمون؟ اول باید گندمو همراه با نخود و لوبیا بذاریم بپزه. هول و هوش 1 ساعت طول میکشه. بعد از 1 ساعت عدس رو با برنجش رو بهش اضافه میکنیم. نکتهش اینه که وقتی ما برنج و عدس رو اضافه میکنیم یه خورده زود طعم میگیره این آش، مرتب باید هم زده بشه. بعد از اینکه عدس و برنج رو ریختیم این مواد مرتب اینو هم میزنیم. بعد از 1 ساعت سبزی آش، نعنا داغ و پیاز داغ رو بهش اضافه میکنیم. خب میذاریم این قشنگ جا بیفته و میبریم برای سفره افطار. میشه جان همگی. برای شروع باید حبوبات دیرپزمون رو بذاریم اول بپزه دیگه قاعدتا. اول آب رو میریزیم. بعد گندم رو میریزیم. و حبوبات. نخود، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی. بله. با هم. بله. الان بعد درشو بذاریم چقدر بعد بمونه؟ کاملا بعد پخته بشه اینا. این قشنگ 1 ساعت بعد بمونه. بعد از 1 ساعت عدس و با برنجشو بهش اضافه. بله، عدس و برنجی که شستیم و تمیز کردیم و اضافه میکنیم به بقیه حبوباتمون. دوباره بعد صبر کنیم، میریم برای مرحله های بعدی. خب 1 ساعت گذشت دیگه. بله، الان 1 ساعت گذشته. حبوباتمون کاملا پخته. حبوبات کاملا پخته شده. حالا برنج رو می‌ریزیم. همراه با عدس. از این مرحله به بعد دیگه باید مرتب هم بزنیم. چون برنج که خودشو باز میکنه این شروع میکنه به تر گرفتن. 1 ساعت بعد کاملا با هم بپزه. بعد از 1 ساعت سبزیجاتش اضافه میکنیم و سبزیجاتو نعنا داغ و پیاز داغ. الان برنج و عدسمون قشنگ پخته شده، وا شده. سبزیشو اضافه میکنیم. سبزی ها شامله گشنیز، تره، اسفناج، جعفری. اینا رو الان ما داشتیم دیگه. خب بعد پیاز داغ و بعد این آش نمک زیاد میخواد، یعنی هی مرتب باید مزه بکنین. بعد آشی هم هستش که آبش هم مقدار آبش هم هی کم میشه، باید هی یواش یواش آب اضافه کنیم. بله، الان دیگه این حاضره دیگه تا جا بیفته. این تقریبا 1 ساعت دیگه، 0.5 ساعت تا 45 دقیقه دیگه این جا افتاده. بله. همسرتون دوست دارن این آشو؟ آره، این آشو واقعا دیگه نمیدونن چجوری بخورن. مشخصه آشی که اینقدر زحمت داشته باشه حتما خوشمزه میشه. خب درشو میبندیم. ولی مرتب باید بهش سر بزنین چون زود سر تم میگیره. درشو باید کم کنین که سر نره. بعد از 1 ساعت آشو میکشیم داخل ظرف با کشک و سیرداغ و پیازداغ و نعناداغ تزیینش میکنیم. بله. دست شما در نکنه، خیلی هم خوشگل تزیینش کردن. باید تا افطار صبر بکنیم برای خوردن این آش خیلی خیلی خوشمزه. خسته نباشی خانم مقاری. خانم موفق باشین. سلامت باشین. یه دعای خوب بکنید برامون. انشالله که به حق آقای امام زمان همه جوان خوشبخت بشن. با امید خدا انشالله. ما را از دعای خیرتون محروم نکنید. اگه دوست داشتید به برنامه خودتون زنگ بزنید. روزتون بخیر.